گالری معصومه سیحون در شهر لس آنجلس در کالیفرنیای آمریکا مجموعی از آثار نقاشی سعیده دژدوس، هنرمند ساکن ایران را برای علاقمندان به نمایش گذاشت. قالب آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه ترکیبی بود از مینیاتور و نگارگری ایرانی که با حضور شخصیت‌های کارتونی کمپانی والت دیزنی در فضاهای سنتی ایرانی نگاه تازه‌ای را به ادغام فرهنگ شرق و غرب نشان می‌داد. مجموعی از این آثار که همگی از تکنیک گواش و آبرنگ بهره بردند، پیش از این در نمایشگاهی در تهران به نمایش در آمده بودند که با استقبال زیاد علاقمندان نیز همراه بوده است. سعیده دژدوس که امکان حضور در این نمایشگاه را نداشت، در مورد کارهایش میگوید: در دنیای بیرنگی به دنبال رنگ ها بودم. تصمیم گرفتم تا راهی سفر فرنگ شوم. به دنبال خیال سفر میکردم که ناگهان خود را در جایی به وسعت کل جهان یافتم. گویا بر فراز زمین ایستاده بودم. دنیایی پر از رنگ و نور. سرزمینی که میتوان در آن همه چیز را به فراموشی سپرد و غرق زیبایی شد. ای کاش دنیای خاکستری ما نیز مانند دنیای خیال رنگ می‌داشت. رنگی از جنس بیمرزی. خوشوقتم که آثار خانم سعیده دژدوس در اینجا در گالری ما در لس آنجلس به نمایش در اومده. من از ابتدا از ظرافت کاری ایشون در بخش اینکه مینیاتور، یعنی واقعا به طور کلاسیک مینیاتور رو اجرا کردن، بسیار بسیار مورد پسند من قرار گرفت. ولی من بیشتر از همه از اینکه تلفیق مینیاتور کلاسیک رو با چهره‌های معروف به اصطلاح کارتونی آوردن و با هم دیگه تلفیق کردن، من بیشتر جذب این به اصطلاح خلاقیت ایشون شدم و در کل من دونه دونه آثار رو خیلی دوستم، ولی انتخاب کردم که جلوی این دو اثر بیستم که یکیش مینیاتور با تلفیق شده با چهره سفید برفی و بعد با شاهزاده به اصطلاح رویایی که میاد و از خواب بیدارش میکنه. من اینو خیلی دوست داشتم چون که هم به اصطلاح یه خاطره بچگی رو میاره به در نظرم و همین که از لحاظ هنری برای من خیلی جالب بود این تلفیق. خانم دژدوس خیلی کارهای زیبایی انجام دادین، واقعا it's amazing. East meets West, it's a wonderful artwork. I enjoyed it very much. I hope تمام دنیا اینجوری بشه و همه بتونن قاطی بشن. It's amazing what you've done. Very rare thing to see this artwork together, the combination, it just gives me a joy. Thank you.
سعیده دژدوست دیپلمه ریاضی و متولد تهران است. او از کودکی به کارهای هنری و نقاشی علاقه فراوانی داشته است. او دوره‌های تذهیب را در انجمن خوشنویسان ایران گذرانده و به دلیل علاقه‌اش به مینیاتور به مدت 16 سال زیر نظر اساتیدی چون استاد علی مطیع از شاگردان حسین بهزاد مینیاتوریست سرشناس ایرانی و استاد محمد باقر آقامیری کار کرده است. آثار متنوع او در سبک‌های مختلف تا کنون در 13 نمایشگاه گروهی داخلی و نمایشگاهی در استراسبورگ فرانسه به نمایش درآمده است. بهتون تبریک میگم به خاطر این نمایشگاهتون. من خودم نقاشم و میدونم که چقدر زحمت کشیدید، چقدر واقعا چشم گذاشتید روی این کارهای به این ظریفی. چیزی که من یعنی واقعا دلم میخواست که خودتون اینجا بودید و میدیدید و برای ما راجع به کاراتون توضیح میدادید، ولی ما یعنی من خودم از خودم حرف میزنم، چیزی که از لابلای نقاشیاتون گرفتم اینه که تمام سعیتون رو کردید که تمام کاراکترهایی که جهانی به هر حال معروف هستن با اون آرت ایرانی سنتی ایرانی شما تلفیق کنید با هم دیگه. آرزو میکنم که یه روز خودتون باشید و بیاد اینجا و ما برای نمایشگاه بعدی شما رو از نزدیک ببینیم. بازم بهتون تبریک میگم. من خیلی خوشحالم که آمدم این نمایشگاه. هموطن بسیار عزیزم که اینجا تشریف ندارن، خانم سعیده دژدوست رو در این گالری ببینم و بسیار برام جالب بود از چندین نظر. یکی این که خیلی جالبه که ایشون مخلوط کردن اون مینیاتور ایران رو با چیزایی که مال آقای والت دیزنی بوده و یا ادامه دهندگان کار آقای والت دیزنی. این اختلاط این دوتا یه چیز خیلی جالبی شده. به هر حال آنچه که این خانم کردن با قدرت کاری بسیار بالاست، یعنی چه اونهایی که در مورد مینیاتور کشیدن دستشون بسیار قویه، کارشون بسیار قویه، و چه اونهایی که از دیزنی باش مخلوط کردن، اصلا یک به اصطلاح اختلاط بسیار زیبایی درست کردن که هنرم یکی از کاراش اینی که ایجاد زیبایی بکنه و دلپذیری. که من واقعا به این خانم هموطن عزیزم تبریک میگم. حتی نوع پرزنتاسیونشون، نوع توی قاب گذاشتن اینها و کارهای خوبی که واقعا در ایران به دست هموطنهای عزیز ایرانی ما میشه که ثابت میکنیم به دنیا که ایران در همه چی قویه. و بهشون سلام میرسونم از اینجا. خانم دژدوست عزیزم، من اسمم شیرین هستش و افتخار اینو دارم امروز که توی نمایشگاه شما خودتون تشریف ندارید متاسفانه شرکت کنم. یه دو کلمه خیلی دلم میخواد که احساس خودم راجع به نقاشیاتون بگم، چون که خودم اصفهانی الاصلم و مینیاتور رو خیلی براش ارزش قائلم و میکشم خودم، ولی هرگز مثل شما به عنوان حرفه ای ادامه ندادم. این ایده و عقیده شما که ایست و وست رو با هم قاطی کردین برای من بسیار بسیار قابل ارزشه. انشاءالله همیشه موفق باشین و به امید دیدار شما در لس آنجلس.